طالبان و مسئله هزاره های افغانستان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرست. قضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما باخبر شد. به نقل از 8 صبح، طالبان و مسئله هزاره های افغانستان. طالبان یک گروه به شدت بنیادگرای مذهبی قومی است. اعضای این گروه در طول 2 دهه گذشته پیوسته در مقابل ارزش های چون آزادی، برابری، تامین عدالت اجتماعی و توسعه دانش مدرن جنگیده اند. از نظر رژیم طالبان، آموزش و پرورش نوین را به سوی گمراهی و تباهی است. مزدور بودن مکتب های دخترانه، وضع محدودیت ها و افزایش واحد های درسی ثقافت اسلامی در دانشگاه ها بر محور همین تفکر شکل گرفته است. عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، در اوایل به قدرت رسیدن این گروه به گونه آشکار اعلام کرده بود که از دانش آموختگان 20 سال گذشته هیچ انتظاری نباید داشت. با گفته او، بنیادهای تحصیل و آموزش در افغانستان باید از نو نهاده شود و دانش آموزان به سخن حقانی از اول مطابق به ارزش‌های اسلامی تربیت شوند، چون به باور او دانش آموختگان در این مدت آموزش‌های غربی را فرا گرفته‌اند که در ضدیت با تفکر طالبانی قرار دارد. از سوی دیگر، طالبان در 20 سال گذشته به انجام حملات انتحاری و انفجاری زیادی در غرب کابل متهم هستند. دستگاه امنیتی ملی افغانستان در دور نظم جمهوریت پیوسته این گروه را در دست داشتن در کشتارگاه‌های گروهی و حملات تروریستی متهم می‌کرد. به گونه مسئولان امنیتی ملی پیشین، طالبان به ویژه شبکه حقانی حملات انتحاری را بر دانشگاه ها، آموزشگاه ها، درمانگاه ها و عبادتگاه های هزاره های شیعه در غرب کابل انجام می دادند. بدون شک چنین حملات مصداق عینی جنایت جنگی و نسل کشی علیه هزاره ها است. در خلق چنین جنایت ها نقش فرماندهان طالبان نیز برجسته است. باری عبدالمنان نیازی، از فرماندهان مشهور طالبان که در غرب افغانستان فعالیت میکرد، گفته بود تمام هزارآجات یا مناطق شیعه نشین را به آتش میکشد. او در گفتگویی که از طریق رسانه ها همگانی شده بود اعلام کرده بود هر روز حدود 40 تا 100 شیعه هزاره را میکشد، اما این مردم هرگز نمیدانند که چگونه و با چه فن و روشی کشته میشوند. نیازی در دوره نخست به قدر رسیدن طالبان در سال 1373 در شهر مزار شریف دست به قتل عام هزاره ها زده بود. دیپلمات ها و یک خبرنگار ایرانی نیز به دستور او تیرباران شده بود. طالبان در دور اول تسلطشان بر افغانستان هزاران شیعه هزاره را در مزار شریف و ولسوالی یکاولنگ بامیان قتل عام کرد. عبدالعلی مزاری، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، را نیز از پس شکنجه های فراوان از یک چرخبال در غزنی به زمین انداختند. ملا فاضل مظلوم، عضو هیئت سیاسی گروه طالبان در قطر و معاون کنونی وزارت دفاع طالبان، سال گذشته در کویته پاکستان در جمعی از فرماندهان طالبان به صراحت اعلام کرده بود که از کشته شدن یک شیعه کافر یا هزاره خوشحال می شود. سال گذشته که طالبان تا هنوز به قدرت نرسیده بودند و در حال مذاکره با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشتند، از به رسمیت شناختن مذهب شیعه در حل اختلافات انکار کرده بودند. طالبان گفته بودند در صورتی که مشکل به میان بیاید، بر اساس فقه حنفی حل و فصل شود. با ابراز احساسات و فهم درست از تفکر طالبان می توان به این نتیجه رسید که دشمنی طالبان با هزاره ها یک استراتژی بلند مدت است و مقطعی نخواهد بود، زیرا از نگاه تفکر طالبانی کشتن و شکنجه هزاران هزاره شیعه جهاد پنداشته می شود. بنابراین می توان گفت که هزاره و شیعه ستیزی طالبان ریشه دارتر از ناسازگاری های سیاسی و موضع گیری های مقطعی کنونی است، زیرا این گروه نگاه ایدئولوژیک و فرقه گرایانه به شیعه آن افغانستان دارند و از دید آنان شیعه ها رافیزی اند و کشتن رافیزی ها از نگاه ایدئولوژی این رژیم جهاد پنداشته می شود. شمار زیادی از ملاهای افغانستان که پیوند فکری ناگزستنی با طالبان دارند نیز در مقابل دوربین رسانه های کشتن شیعه کشور را جایز می دانند، بدون اینکه هیچ گونه مورد بازپرسی قرار بگیرند. نوار تصویری از یک ملا در رسانه های اجتماعی در این روزها دست به دست می شود که در آن به صراحت بر قتل شیعه آن تاکید می کند.
با توجه به عمومیت خشونت و تکثیر بذر تفکیر، تکفیر و قوم ستیزی آشکار میتوان ادعا کرد که چرخه جنایت هزاره کشی و شیعه ستیزی توقف ناپذیر به نظر میرسد. طالبان به صورت سنتی با آموزش مدرن مشکل دارند و انجام چنین حملاتی در کنار نشاندن صریح دشمنی با هزاره، خصومت با دانش و آموزش را نیز به نمایش میگذراند. پس از سقوط کابل به دست طالبان، این گروه بارها از امنیت کامل سراسری در افغانستان سخن داده اند و بر این باور خود فخر فروشی نیز می کنند. با جای اینکه سر در گریبان فرو ببرند و از خود بپرسند که در گذشته چه کسانی مخل امنیت مردم بودند و دست به کشتار نیروهای امنیتی و مردم افغانستان می زدند. حتی این گروه با سر کشیدن باده پیروزی از حضور داعش در افغانستان نیز انکار کردند و آن را جنگ تبلیغاتی رسانه ها خواندند. امروز که از تامین امنیت مردم عاجز مانده اند و متهم به هزاره کشی هستند، با مسئولیت گرفتن حملات انتحاری از سوی داعش نفس راحت می کشند. شاید داعش که شباهت های فکری فراوانی با طالبان به ویژه در مورد شیعه آن دارد، حملات بر مکتب عبدالرحیم شهید و آموزشگاه ممتاز را بر عهده بگیرد. اما در هر حالت مسئولیت به طالبان برمیگردد. حتی اگر نگاه ایدئولوژیک این گروه را با هزارها در نظر نگرفت، ناتوانی در تامین امنیت مکتب‌ها و آموزشگاه‌ها مسئله این گروه را با هزارها پیچیده‌تر و خصمانه‌تر می‌کند و طالبان را در دراز مدت‌ها با چالش‌های جدی‌تری مواجه می‌سازد. موجودیت طالبان در افغانستان باعث شده است که هزاره‌های کشور با داشتن تفاوت‌های قومی و اختلاف مذهبی نسبت به سایر اقوام با چالش‌های مضاعف‌تری مواجه شوند و این بر طالبان است که مسئله خود را با هزاره‌های افغانستان از معیارهای قومی و مذهبی بیرون بکشند و بیشتر از گذشته در تاریک خانه‌های مذهبی و استخباراتی فرو نروند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.